خدمت شما عرض کنم که ما در خدمت شما اینجا 12 سالی است که در تلویزیون ها بوده ایم و هستیم و اینها. همواره سعی من بر این بوده است که خدا نکرده چیزی از زبان بنده اینجا صادر نشود که سبب ناراحتی و تعلم خاطر کسی بشود، چون واقعا ارزش ندارد. ولی اون چه مربوط به مردم هست و قضیه لزوم به در واقع دموکراسی و آزادی، در اینها ما تعارف نداشتیم. همواره تحلیل‌های تاریخی ادبی همه در راستای همین آزادی و لزوم آزادی و دموکراسی و عدالت در مملکت ما بوده. حالا اگر در واقع مسائل دینی بوده است یا نمیدونم تاریخ‌های اسلام یا غیره بوده، همش بدین منظور بوده. واقعا این است که اگر کسی چیزی شنیده است که واقعا رنجیده، من ازش پوزش میخوام. در سخن روز دوشنبه هم در این راستای یک قضیه تاریخی یک اشارتی هم ما به یک مطلبی کردیم که هیچ منظور خاصی هم نبود. یک هموطن عزیز من در سن 103 سالگی بسیار رنجیده بود و من تلفن کرد و من ازشون خیلی خیلی عذرخواهی کردم، چون با یک به قول قدیمه بودن انشراح صدری سخن میگفت، با یک تعلمی سخن میگفت. اینها من زمین این که ازشون پوزش خواستم، از دوست عزیزم آقای سعید کریمی خواستم اون فکر رو به طور کل قطع کنه و اصلا پخش نشه دیگه. اینها مقصودی نبود واقعا. این است که این یک مطلب. مطلب دیگر این که این برنامه هایی که ما آغاز کردیم، جمعه شب ها مهمان ها داریم. رسم مهمانداری این نیست که اگر مهمانی به خطا رفت به لحاظ تاریخی یا یه سخنی گفت نادرست بود، ما همونجا بخوایم تصحیحش کنیم. این درست نیست. اما خطاها بوده، بعض ادعاها بوده، اینها رو ما یک روز امیدواریم جمع بکنیم، اونچه در گوش محمد دوزنان اینها رو در واقع در بابش صحبت بکنیم. اما این که اگر یک کسی عقیدهش رو ابراز کرد اینجا، وظیفه من نیست که اینجا در واقع جدل بکنم با میهمان این برنامه. این کار از ادب به دور هست، از ادب به دور هست. عرض می شود که ولی خب بعض خطاها اینجا گفته شده توسط مهمانان محترم که اینا همه رو در واقع به خاطر من هست و حواس ما نسبتا جمع است به این مسائل که گفته میشه و اینها. این است که اینم نکته دیگری بود که خواستم خدمت شما یادآوری کنم.